گل سرخ که باقا همه بیدار و بار برگردند. تابستان سال 67 است. هوا ناجوان مردان گرم است. اینجا اوین است. اینجا گوهردشت است. اینجا زندان است. حادثه ای در حال وقوع است. جنایتی که هنوز کسی از همه ابعاد آن مطلع نیست. یاران ناشناختم چون اختران سوخته چندان به خاک تیر فرو ریختند سرد که گفتی دگر زمین برای همیشه شبی بی ستاره ما. آنها عاشقان بیقراری بودند که در فراسوی قامت بلند آرزوهای خیش زمزمه های شب را با جان شکنجه شده و خونین خود شکافتند. همانها که بهار را باور داشتند و به هیاهو و تکاپوی زندگی عشق می‌ورزیدند. نماد شجاعت، ایستادگی و نگفتن تاریخی به ارتجاع در سیاه‌جال‌ها و بیدادگاه‌ها شدند و جان و زندگی خودشون رو در این راه گذاشتند. همون 30,000 که به سادگی می‌تونستن جان سالم به در ببرند، تنها به شرطی که اتهام تو چیست؟ هواداری از مجاهدین. اعدام. آیا حاضر هستی در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کنی؟ نه. 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 آیا حاضر هستی تیر خلاص بزنی؟ نه. 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 نگفت آری، بلکه نگفتن را ستود. نگفت کین اصالت دارد و چنین عشق را اصالت بخشید. آنان هم دست توده بودند در شکستن زنجیرهایشان. پس به ریش جادوگر آب دهن پرتاب کردند و به جای فروختن آینده خلق خود بر طناب دار بوسه زدند. آی نیشهاتان همه در خون، دست کدام یک از شما بر پشت نجیب ستارگان آسمان بلند شهر من شلاق میکوبد؟ دست پلید کدام یکتان ستارگان شهر مرا در خاک پنهان میکند؟ کمیسیون مرگ، آخوند نیری، اشراقی، اسماعیل شوشتری، ابراهیم رئیسی، محمدی ری شهری وزیر اطلاعات، حسن حبیبی وزیر دادگستری،
محمد موسوی خوینی ها دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور، علی اکبر محتشمی وزیر کشور، فلاحیان قائم مقام وزیر اطلاعات، اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندان ها. سه دقیقه کافی نیست. وقتی بعد از 10 دقیقه آنها را از چنگک پایین می آوریم، بعضی هنوز جان دارند. لطفاً وقت بیشتری برای این کار بگذارید. وقت اضافی نداریم، همان 3 دقیقه کافی است. چرا تیر بارانش نمی کنیم؟ این که خیلی سریع‌تر است. اینجا امکانات من زیاد نیست. وقتی نعشکش ها در خیابان ها به حرکت در می آیند، خون ازشان راه می افتد. می خواهید همه عالم بفهمند ما اینجا چیکار می کنیم؟ جوان 19-20 ساله یا یک مادر یا پدر جوان یک ساک لباس کهنه تحویل خانواده می دهند و شاید کاغذی چند تا شده که حتی آن را هم چند خطش را سیاه کردند تا خوانده نشود. پس خودش کجاست؟ جوانم کجاست؟ چیزی به من بگویید، نشانه‌ای، گوری، شماره‌ای، آخر چیزی بگویید. جواب هیچ است. اما آیا این خاک روزی پیدا نخواهد شد؟ خاکی که گم شده تو ای مادر، پیکر فرزند جوانت در آن خفته است. نماد آن همه درد و رنج، آن همه بی خبری، آن همه هراس و کابوس، آن همه سایه های آسی بر دیوارهای بلند، آن همه فریادهای گم شده در سکوت، گلزار خاوران شد. بورهای گمنام سراسر ایران در خاوران جای گرفت و 19 ساله شد. آن روح آسی در خاک مدفون نشد، زنده ماند. 19 ساله شد و هموار جوان ماند. خاوران محلی است که اعدام شدگان زندانهای اوین و گوهردشت را در آن در گورهایی بی نام و نشان و گاه به طور دست جمعی به خاک سپردند. گلزاری در ابعاد 30 در 60 متر. هر جمعه آخر سال و هر جمعه شهری بر ما از همه جای ایران به این میادگاه می آیند، گل می کارند و آبیاری می کنند، شمع می افروزند، سرود می خوانند، سخن می گویند و سؤال می کنند تا مبادا خاکستر فراموشی بر آن نام ها و جان های شیفته بنشیند و زشتی جنایتی که رفته است پنهان باقی بماند. دشت خاوران میادگاه عاشقان است. جان باختگان آن تابستان گرم و خونین عاشق ترین زندگان بودند و حال این خاک سند افتخار در تاریخ ماست. بنگر آنجا در آن سپیداران، خفتگانند لیک بیداران، زیر برف و شیشه یخ از دم زمهریری دیما، زندگی را نهفته می دارند، لحظه ها را ذخیره می سازند، تا که در روزهای اسفندی لحظه آفتاب در باران بشکفند از نهان بریداران. آرزویست دلکش آری آه در زمستان عمر این بیداد. کاش ما نیز می توانستیم، کاش ما نیز می توانستیم زندگی را ذخیره می کردیم، بهران روزهای روشن و شاد، لحظه عاشقان و بیداران، راست مانند این سپیداران.